درود، زیر آفتاب سوزان امارات متحده عربی دبی منتظر رپر ایرانی هستیم که هم اسم خودم هست. بعد برسه یه روزه از اینجا. به به، چه تانکی هم داره ماشاءالله. به به، اینم خاک پاک دبی هست. شنا چطور بچرخ جناب احسان لیتو؟ بشینم چطورم؟ دست بده اینطوری پررو. آقا پسان درک میکنه که ما بزی هستیم. بهزاد بز تو بز دیگه، بز در بز. این قسم بهزاد سخته برای این خارجی ها دیگه. ما بزو میگه اسم مستعاری مثلا بزیلی. شما چی؟ بزی بولور. من بزی بولور. تو بزی بول. بزیلی. بزیلی. اینم بهزاد موبیل یا بز موبیل؟ از موبیل. این از موبیل. این از موبیل. میزونی یا نه؟ میزونم شدید. آقا بریم یه خوره بگردیم. بریم دور دور. بریم دور دور. یه نوال دافی مافیا. اگه با منی که هیچی گیره نمیاد. زیر این آسمونه بیسر شنیم کافیه چاشنیه باقی صاف را میریم لازاوی ها پیچ نمیزنی حفظیم جاد در زندگی جلو افتادیم ما چار هیچ وابسته به هم محص اعتیاد رفتیم جلو ما تو مرز اعتیاد چفته هم بودیم فاصله کماره بود برامون حتی هر سمتیاد تو این دنیای کم هرشیکن بر راق و جاد در تو بلد. اول بسم الله یه سری بزنیم به کوچه خاطراته. آره آره صد برسیم به خونت. ببین اینجا یه تیکه خیابونه، حالا کوچه توره که یه مسیریه. من همیشه اینو میرفتم اون موقع که میخواستم شعرامو بنویسم. خب چون خیلی هم حس باحالی میده بهم، هم نزدیک خونه است، خیلی حس جالبی داره. از اینجا تقریبا شروع میشه. چقدر قشنگه. آره این مسیر من خیلی شعرهای باحال میتونه باشه. چون درختش اصلا یه فازی داره که حسش خوب بوده برات، انگیزه میده به آدم. اینجا پیاده میرفتی و میرفتم توی موبایلم هی خورخور مینوشتم، ولی یه سری هم رو کاغذ مینوشتم. قدیم که تو خونه بودم اتمنان حالا آوردم شرمرام هم ببینیم. دیدم اینجا یه سری کاغذه. آره نگاه میتونیم بکنیم. آره دوره آلبوم خاکستری آلبوم 23 ترمن اینجا بود که مینوشتم شرمراشون، ولی خب الان دیگه هم تورا و سفرات شروع شده سر کنسرت ها کم میشه که توی محله و خونه باشم. چون سال پیش مثلا مخصوصاً یه دو ماه امامونیم آمریکا بودم به خاطر اجرا، کانادا بودم دوباره یکی دو ماه به خاطر فیلم برداری، بعد برای همین دلم برای این منطقه و فاز خونه خیلی تنگ میشه. آره دیگه عادت ها دیگه عوض شد دیگه. الان دیگه باید تو ماشین شعر بگی. الان باید فقط تو ماشین شعر بگی. باید ضبط کنی صداتو. حالا یکی از آهنگای همین آلبوم خاکستری 23 رو ببینیم. واسه این ویدیوش ممکنه قدیمی باشه. مال 5 6 سال پیشه. 5 سال میشه. کمتر، شاید 4 سال. 4 سال پیشه. ببینیم که بعد بریم سراغ شعرها. می‌کنی حالمو خوب تا تو حالت بد یاد دادی طاقت بیارم تو عالم درد یاد گرفتم داشته باشم با همه فرق بچسبم. نباشم یادم پرت. خدا مرسی. واسه استعداده کردم استفاده ساختم یه اسم دانه بادا جون تو هر تاره حس نابه انقدر بزرگی سخت خوب استدلالت میلیونی بر تو توی یکی برا من توی دنیا نساختی یکی ولانم چسبیدم به کار من تو یکی پلانم ثابت شده به هر کی بگی مرا من بی خیال هر چی ضعف و قصه است من دورم از هر چی چنگ و گربه است من معتاد هر چی حرف و جمله است میرم دنبال هر چی مرد اون هرونی که بهم میده آرائش ششو در رو دکرم گفتم بارها بهش بس و گفت بارا مثل کوب پشت و تن خوب باش رو تو دیگه کار ما چشم بس و میمونم به فکرم چون تویی که فهمی کنی حالم. خب آهنگ بدیم از اون ویدیوهای اولی هست که عرق شهر میارد یا چی میگم افتخار غرور افتخار. یک اون از دو خودتون گزینه رو تیک بزنیم بگونم. چه شعرهای باحالی بعدش انگلیسیه. آره این آهنگ مسخوته بود دیگه توی کامپیوتر توی موبایل نوشتم بعد بردم تو کامپیوتر چون می‌خواستم برم اینو توی چیز ضبط کنم توی استودیو ضبط بکنم. دیگه تایپ کردم راحت‌تر بود برام. خب فارسی نداری تو تلفنه؟ فارسی تو تلفنم فارسی تایپ نمی‌کنم فینگلیش می‌نویسم میشه. آره راحت‌تری بود. یه سری ها خط فارسی می‌نویسم خیلی سریع خیلی بد خطه ولی خب دیگه مثلا یکیشو من الان دیدم اتهام بر حسب اتفاق اینها حالا نشونش میدن. فکر کنم عشقمون قط این آهنگ فوق العاده است دیگه. میگه عشقمون قط و بس میشه بین هر دو فصل زمستون چت و بس تو آفتاب تو سنترو پر اتاقم پاتوقمونه معتادم با تو بخونه دوتا همزاد دیوونه اگه اون تا صبح بمونه میشیم ما دوباره دوست میرسیم کجای روز گفتم نفستم و کردم و شوشاتو بوز زین ما فوق العاده بود. اینم باز خط فارسیه بخونم هم چی نوشتم
آدم و تهران شدن حزب باد بد جوری دنبال وزهان. این آهنگ تهران مازراتیه که تو آلبوم پیش بودیم بزرگ نه یک اومد بد جوری طبق معمول شده اول برنامه. چی بگم وقتی اون عمل برنامه الکلی تا اون که عمل برد داره آدم و تهران شدن حزب باد بد جوری دنبال وزهان دختره بغلم لم داده طبق معمول شده اول برنامه. چی بگم وقتی اون عمل بناه الکلی تا اون که عمل قلب داره. نمیشه دید فرق قشرا رو برق چشما رو ولی بازم من ترام میرم با لب خندوم یه دست به فرمون یه خط به دندون چون اینجا همه گروه گروه هم پشتت بد میگن خوب تو روتن. این هم جالبه عکس اینا پشتشون رو چیز نمیشم اینا روی ویزای شنگن نوشتم. این عکس خودش رو ویزا ببینم. آره چه عکس دو جالب همه شکل خودتی. آره چی نوشتم دو تا آه این میگه دو تا دوقلو بلند دیشب بین منم سریع رفتم توشون مثل بن لادن اینا واسه آهنگ ناب بود که به قولی گل کرد. اینو میگم به خودم خیلی بی جنبه شدم دنیا میچرخه دورم بازم میچسب به دونخ ولی فدا سرم اگه شده دوا سرم نمیرم بیرون زودتر دوازدم من بی سوادم باشه بازم میگه لی تو با لامه اگه اسفند بره هنو ای دو با همه. آره وی تو بود میخوریم کیک و با خامه بازم برو بنویس و همون ای تو با کامه. کلا خیلی گفتی آهنگ داری نه؟ بگم 60-70 تا هست داری آهنگ که بیرون اومده. آقا یه آهنگ دیگه ببینین از جای ترین کار دیگه ببینیم. بریم از جای ترین کار هم آهنگ همینطوری بریم ببینیم چی بوده. ببینیم چی زدی خد خد میانی شرا برام عجیبه بینم و چرا الان لاغل بزا تو یه جا مرام میدونی رو من از چشو الان تونو تو میان خب پشت هماسون تکس میدم به زیل جمعه لباسون ترجیح میدم تو رو همیشه من دیوونه یه خوله عراسون میپرسن که سرت میخوره به سنگ تلف نکن وقت تو اینطوری پسر هرچی میبینی واس میری یادش به زیله که میشی بی خیالش. الان هرچی که هست حال میده با بهزاد لیتو هستیم توی دبی داریم چرخ میزنیم با ماشینش که باید برسیم به خونهش ببینیم زندگیش چه خبره تو گنجاش چه خبره تو کامپیوترش چه خبره ولی فعلا توی تلفنش چه خبره. نیا کنی این عکس رونالدوه خیلی دوست دارم رونالدو رو ولی ببین عجیبه که خودت هم شبیه اونی ها میگم ولی من خودم اونقدر نمیفهمم ولی باحال من دوست دارم. چرا اینقدر فوتبالی تو؟ ببین من خیلی فوتبال رو دنبال میکنم مثلا بازی مهم رو نگاه میکنم خودم هفته 3-4 بار تقریبا بازی میکنم. تو فوتبال نه از تیمی؟ خودم هافبک چپ بازی میکنم. نمیشه ببینید کاری کردی نگاهی بکنی ولی فوتبال خیلی حال میده مغز آدم رو باز میکنه باز میکنه. بعد تیمتون هم ایرانی اینجا بازی میکنه. آره یه تیم اسم زاگروسیم که اونجا میریم فکر کنم 20 نفر آدمی تمرین میکنیم و تو تورنمنت شرکت میکنیم و البته من به خاطر اجراها دیگه نتونستم برم یه سری از تمرینا رو یه چند وقتی نبودم سه چهار ماه غایب بودم ولی خب الان داریم میریم سمت این زمین فوتبالی که من تمرینامو میرم تو میکنم. آره خیلی جای آرامش بخشی موقع تنهایی تو برمیدارم شاید ساعت ها اونجا فقط فوتبال بازی کنم. بریم ببینیم. آره چرا کم داشتی علش خور چش افغانی دیالش خور پس جی جی بیالش خور. دم خونه شما این درختش بوی یاس و عسلی میده رحبه این هم گلبرگه هست. آره مردم کرد حالا فرخواهش برو اینجا بهزاد کده هست نه؟ اینجا بهزاد کده زیاده دیگه دو تا بهزاد داریم. عجب چیز جالبیه نه دیگه مثل قدیمی ریزنویس. آره تابلو زیاد داریم تابلو تو میخونه مثل پوست آهو اینجا این این نمایشگاه خیلی خونتون بابا قشنگه. یه این کار سلیقه مامانم بوده
کار دکوراسیون انجام داده. خیلی قشنگ. اینا همه کار نقاشای مهم ایرانه. ولی من اسمشون رو نمیدونم ولی آره میدونم من که من یه جور دیدم قدیم. و مادر بزرگ مادریت هم اهل نقاشی هم توی اون یه سه نقاشیش توی اون رو هست. اونم قباله های قدیمی خانواده تون اونم زمان قاجار خیلی قدیمیه خیلی قدیمی خیلی قدیمی اونم این اشیاء رو کیف کنی چقدر زیبا اینم از ایران اینا رو دیگه آره جمع کردیم خورد خورد دیگه بیشتر کار مامانه تو همش توی هنری ها در سلیقه خوب بیشتر هنر و سلیقه خوب خیلی خوب آره. مدین مامانت هست آره واقعا و اینم ما داریم رو ایران داریم قدم میزنیم الان چون شما خانواده‌تون از سنگاوران دبی هستید اینا سنگای ایرانه نه ما خانواده تو کار سنگ بودیم دیگه بابا و بابا بزرگ اینا هم جا اینا هم از ایران اومد اصلا راحت دیگه جامون امنه این من شنیده بودم یه کتابی داره خانواده شما بله و نگو واقعیت داره این کتاب اتفاقا من کتابو دیده بودم قسمتاش هم خوندم داستانیه راجب این که چطور پدر بزرگت از قدیم که تقریبا هیچی نداشت از صفر شروع کردن و الان هم خیر مدرسه سازن کلی مدرسه ساختن آره این عکساش هم اینجا هست عدد دقیقش هم نوشتن و بعد تو جز اون داستان اول من میبینم بچگیشون خیلی سختی کشیدن دیگه ولی خب هی پیشرفت کردن و مسخوته دیگه خلاصه دمشون گرم دمت کم مسخوته اینا هم که از این اثرات هنری ایران من یادم میاد انقلاب و یه سری روزنامه اینا هم کار هنریه بریم برای تمام بالا بریم به آشیانه عقاب آبریم از این گذرگاه راهزن که نداره آن هم نقاشه قشنگ اینا هم باز حتما خانوادگی ها اینا هم آره همه رو مامبوزوی هم پیشیده 1390 7 سال پیش دقیقه خیلی قشنگ کار از زندگی رو ها رنگ آمیزیه خیلی زیبا رنگ قشنگ خوش با حالت، خوش با حالت برو این نتیجه اینو ببینید چی شد تو اتاق تو معلومه میدونستم میتونم ثابت بشم بزن فکرهای دورم ساکت بشم و برو بریم و برو بریم و برو بریم با هم و برو بریم میگه با موزیکت فکرم سرگرم میشه هرچی میرم جلو راه برام سخت‌تر میشه این کامنت های بد میده بد سرگیجه همونا ببیننت میان با لبخند پیشت مهم نیست برام اصلا تئوریاشون شاید خوشحال نیستن و ملونی جاشون نمیشه پا حرف نشه ست و یه رو بی باشون پشت حرف میزنن و توی جلو نگاشون خاک سری آسمونم ولی سبز رو هم چون اطمینان دارم همه طرز کارم تو کی چوب لا چخ میذاری تو بسته واقعا انقدر تو در میزنی به پا نره دست لاته یه مغز پاشیده دارم نمیره هاشیه کارم پشت هرچی داشیه با من دشمنم ناشیه واقعا خیلی طول داره بعد خواب من برسه بدون خوب تموم میشه دایی تر قصه میگفتی بر نمیاد کاری ازم میشدی شاکی ازم نداشتم باکی اجم هوامو داری ازم موندی عبازی عقب همم بزیجی من مقر رو آقا به به چه آشیانه ای آره آقا چه مرتبه آدم مادرش خونش باشه خوبیش نیده همیشه مرتبه معمولا به هم ریخته است ولی خب اینجا دیگه خیلی اینجا حالا میفهمیم چیه ببین اینجا دیگه تقریبا اینجا آهنگا رو اینجا دیگه اینجا درست می‌کنی بیشتر خواب و خوراکت هم اینجاست اینجا بخون سر گنجت یه سری بزنم چون خیلی مرتبی خب منم رتو رو بعد یه اینجوری بیان ها بخوام ببین این ببین چه خبره اوه چقدر اینجا به هم ریخته اینجا به هم ریخته است نه بابا این لباسا خیلی پیرن این مال توئه مال باباته پیرن من میپوشی اصلا یقه دار اینجوری از اون مهمونیا که دعوت نمیشه شما دعوت نمیشه یه برای دختر باشید باشید آره دیگه جدی ها بگیم این چیست؟ همینه این چیه؟ این واقعیته من تیشرت ها بگیم اومده لی رو بیت ای پلاس شده خب آقای بشین ما چه خبره؟ خب همه چیزا اینجا اتفاق افتاد 5 سال پیش و بیشتر خب این دما دستگاه خورد خورد جمع شد دیگه مثلا این دستگاه رو از کانادا گرفتم دست دوم گرفتمش اول من خیلی همشینه می‌خواستم بگیرم رفتم تو یه دونه درست حسابی مغازه خیلی خیلی باحاله اینا خورد خورد جمع کردم دیگه بعد اینا گرفتم و اونا رو یه حالا خیلی مونده هنوز استودیو خیلی این تو ماکت کارو درست می‌کنی نه بعد میری استودیو درستش آره دیگه اینا ماکت کارو درست می‌کنم یه سری موقع ضبطامو اینجا می‌کنم رو همین میکروفونه رو. ولی خب کیفیتش اونجوری که می‌خوام مثلا موقع در نمیاد میرم استودیوی توی دبی جای خوب دارن که اونجا ضبط می‌کنم ولی خب ماکت کار همیشه اینجا در میارم تو این دمو دستگاه خب ارزون شما وضعیت خوب باشه خونه خوبی هم دارین اینجا وضع دیگه
والا خوب بود تا 16 سالگی. من پدرم متاسفانه ورشکست شدن، مامانم یه روز اومد گفتش که بهزاد بعد خودت شروع کنی کار کردن و درآمد خودت. آره من از 16 سالگی الان تقریبا 10 ساله که پوتجی بیمو همیشه خودم هر چی که خرج میکنم خودم در میارم. چطوری پول در آوردی؟ من جالبه برام. اول قبل اینکه خب بیام توی چیز خیلی جالبه جایی نگفته بودم، ولی دیجی میکردم، دستگاه جی گرفته بودم تو مهمونی ها پارتی ها و موزیک میذاشتم و خیلی هم پولش خوب بود. اسمم آره گل کرده بود بین بچه های اینجا، خیلی پول در میوردم. سینما با شبیه اون موقع 16 سالگی شبیه 2000 دارم خیلی پول. بعد دیگه هی دیگه گفتم اونو کار نمیخوام انجام بدم، دیگه رفتم دانشگاه درس همین موسیقی خوندی؟ مهندسی صدا خوندم، موسیقی نخوندم، یعنی سازونو نخوندم، طرز تولید صدا و ضبط صدا و به قولی تنظیم صدا و اینا خوندم. استفاده کامل داره برام. استفاده کامل داره برام. بله. اولین کاری که با این دم و دستگاه ضبط کردی چی بود؟ وای یه دونه ویدیو بود با یکی از رفیقام، تو همین پارک این بغل بود رفتیم، اون بیت باکس میزد منش خوندم. خیلی قدیمی بود، الان نگاه میکنم میگم وای ولی باحال بود. ویدیوش هست ببینید تیکرشون. مون مثل ساختمونن همه جتونا دور منه و انگا باخت اون مشکیه، ولی فردا با یه دافه بورم اون بلانجی به پاش توی جیباش پر پولن، ده شب پاشو بریم سری در رفتنه، بزاله تو توی بن سخف شقبه، صبح شده پاشو سری ده رو عقربه صبحونه ایسه و صاف رو بزاد. این آهنگ دیمونه 7-8 سال پیش دوران نوجوانی. اوکی. و خوانم چی شد تو اسمش اصلا بهزاد لیتو؟ این هم اسم ما که نه اسمش رو پسفند بذاره که. والا لیتو از یه فیلم خیلی قدیمی اومد به اسم اون شخصیت اصلی فیلم لیتو بود. بعد دیگه منم دنبال یه اسم بودم، چون اینجا براشون دوستای خارجی بهزاد صدا کردن خیلی سخته. آره برای منم شده. دیدی اصلا نمیتونم بگم بهزاد، فکر کنم گفتی بخاطر هی دومه. دقیقاً هر کی میگفت بیزاد بخزاد بیزاد، آره روسا که میگفتن بخزاد اینا میگفتن بیزاد، اصلا نمیتونستم دیگه. دنبال یه اسم بودم، خلاصه یه سری دوستای ایتالیایی داشتم دیگه، اونا گفتن چی صدا کنیم دیگه، من گفتم لیتو فلان، دیگه دیدم لیتو هم خیلی تو زبون نمیشه، خیلی شد لیتو. واها چه باحال شدیم لیتو. لزا لیتو. خب منم اون چی بود که بچه‌ها تو دیدن گفتن این داره میگیره کارش؟ کلامت بوده، روش خوندنت بوده، لحن خودته، حرف کلامی که میزنی یه خورده به شکل و شمایلت بخوره به نظر من. یعنی من خودت باشی هم طرف خودت باشی. و تو هم خیلی سریع آلبوم دادی بیرون. بله سه تا آلبوم تو الان دادم که دوتاش تکی بود، 23 و خاکستری بود و آلبوم سومم با خلصه بود به اسم تراپی، که خلصه هم یکی از رپرهای ایرانی تو کانادا زندگی و الان هم داریم روی آلبوم این کار میکنیم با سیجل جی جی به اسم ستاره بازی. اینجا لاین بازیم همه 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 هی شب تا صبح و پای کار. یه آهنگ هست من خیلی خودم دوست دارم به اسم زیادش خوبه. زیادش خوبه که متأسفانه ویدیو نداره. حالا داستان زیادش خوبه جالب اینه که تو نه سیگار میکشی نه مشروبی میخوری، مخدرات که اصلا به هیچ وجه. بعد جالبه که میگی چی زیادش خوبه. چیزیه که بالاخره آدم تو مثلا جای من باشی میبینی، چون مثلا تو مهمونی ها تو به قولی رفیقای من خب همیشه بوده تو مهمونی های استفاده از مواد مخدر و مشروب و سیگار. خودم اهلش نبودم، من خودم نمیدونم از بچگی اصلا تو من نبود که بیشتر دوست داشتم ورزش بکنم و کارهای اینطوری، ولی انقدر دیدم و اینا دیگه مثلا میدونم چی به چیه، شاید اصلا همه چی رو دیگه میدونم دقیقاً چی به چیه، ولی خب خودم چه دوست نشم استفاده و این زیادش خوبه. صدای نسلی که همه چی فشار همه چی زیاده تو دورور زندگی ما، نه همه چیز خشونت خیلی زیاده، خوشی ها بی نهایت یفه زیاده، اختلاف طبقات زیاده، همه چیز زیاده زیاده مثل زیاده. قدیم نیست یه خوره ملایم تر باشه مثلا همین زیادش خوبه گویای این که اگه زیاد نباشی به در نمیخوره. دقیقا خیلی بد شد فصل بد شد. سرمایه زیادش خوبه، عشقوها زیادش خوبه، ای چما زیادش خوبه، کسفت کاری زیادش خوبه، چرا کم داشی زیادش خوبه، چشو افغانی زیادش خوبه، پس سیجا بیارش خونه. امشب من یکم لهم بریز برام گرم گرم، چون اینا گیر دادم به من یه بم با سری من یه بر برم. آقا بذار این رو چطوری تو کار میکنین؟ به قول من بیت یا اون آهنگ رو میسازین؟ ضربا رو چیزا رو؟ من خودم دوست دارم با درام آهنگ شروع کنم، با ضربه، با ضرب آهنگ شروع کنم که مثلا حالا این یه ضربه که بعد خب حالا میایم روی این مثلا یه سری ملودی پلودی در میاریم، مثلا حالا
حالا خیلی بعد با این بازی بکنیم که دقیقاً ملودی درآد. آخرین کار ماکتی که کار کردی اینجا چی هست ببینیم؟ والا الان داریم روی آلبوم ستاره بازی کار میکنیم. خب اینو آهنگو جی جی فرستاده، داریم روش کار میکنیم. کشورهای مختلف با هم، اون از اونجا، من از اینجا، سیاوش هم که از لندن. سینه میکروفونم وصله به تهران، حقمو میگیرم بس احترام، این دفعه میرم به قصد انتقام چون نمیدم به همون حق انتخاب، نمیرم اینجور زیر کسی، نه نیستم از اونا که میده نصیحت، آخرش میمونه گیره وسیقت، همینی که حسین وسیعت گوره بیدار شد که زندگی سگیه، فقط بلدی تو بمدی بخیه، دونه رو علکی جپه این وریه، اوزو خراب و قصه بدیه، من میسازم هر چی دلم باشه، حتی اگه منو نهید فهم باشه، اون مهمی سلیقش رب باشه، تا بیا پلوم و سلی تو تر باشه، روم پاکیده خشکیده خاک، هنر رو دادن یه مشتی موزیک مهمه نفش نی ملاک، پاچه خاری بعد با پشت میره بانک، غیرت ایرانی دارم تو دلم، سختی یا بیاد با سجور لم، زندگی یه بار فرصت تلاس، تا عبد میخونم جواز میگو با نظم اومدون ترس، ما اینگه سوختمون گرونه ترس، چند ماه بعد میخوان خفه کنن رپمونو، نمیدونن که به چپمونن، میخوان خفه کنن رپمونو، نمیدونن که به چپمونن، میخوام خفه کنم رپمونو، نمیدونن که به چپمونن، میخوام خفه کنم. اسرائیل آمد. به به، آقای بهزاد خان دو و یک. دو یک. اینکه لس آنجلسی اینجوری بریم باردی. اورو. ایرانی بریم. نوکرم. سلطان. مدل چیز بریم گرجه به اینجوری میکنه. واقعا مدل دبی خیلی زایه است. بتونم. اون دیگه میخوای نری. کسی که نبینه بقیه داستان. بهزاد ماه ها گذشت. هم ماشاءالله قد کشیدی بیشتر. بعد از دیدار آخرمون رشد از دبی، آره مو بلند شد و دیگه خوشیپتر شد. اصلا نمیشناسم، به خدا نمیشناسم. آقا چه خبر، چه خبر؟ اوه چه کتاب اینا، همه تمام اینا همه دیشب خوندن دیگه، تا صبح دیگه خوب خونده. آره میبینم که همه هم فوت آب بعد باشه. بعضیشون گرجیه، زبون گرجی که بلدی فوت یاد گرفتم دیگه. توی شعر بعدی میاد اینجا چیکار می‌کنین؟ جون این میزه کار بنده است در مسافرت دیگه. به به. اون میکروفونه وصل می‌کنیم به دوربین. مگه گربه کوچولوه؟ نه، موشه. اشاره. دیگه سعی می‌کنم الان جدیداً خیلی فیلم برداری کنم توی مثلا مسافرت و اینا، میام مثلا تصویر جمع‌آوری می‌کنم تو اینستاگرام و اینا که توی اون تلویزیونش IGTV اونجا بخش می‌کنم، چون طولانی‌تر می‌تونی ویدیو بذاری، تصویر بذاری و اینکه خلاصه خوبه دیگه، شد طرفدارو یا مثلا کسی که دنبال می‌کنه بیشتر در جریان کارت بشن و به نظرم بله. این دوربینم عشق منه دیگه، الان جدیدن دیگه زندگی من. پس دیگه قشنگ میدونی داری چیکار میکنی از دست کسی در بری اینجا، ولی از همه جا مهمتره، هم شیکتره، هم اینجا باحاله. چیکارای اداری اینجا انجام میشه دیگه؟ جدی میگی؟ اونم چیز کرسیه، اونجا دیگه کرسیه، اتاق فکره به قول اینجا. بکنن هم آدمی بیشترین آرامشو شعر رو ایشون این رو میدونه به قول خودش پرو پرو. یه همون هم بگیریم بفهم، یک فرمول جدید نفهمه صاحب اینجا ما کفش هست تو وان سوار شین کجا میره؟ مقصد کجاست؟ مقصد بهشته، چون آره. چشمه کوثره، چون میگن آب زمزم قراره توش بریزه، تبرک داره وزیده. آه مقصد آینده است. بریم بریم به سمت آینده، موفقیت های بیشتر. کاش واقعا میتونستیم باش بریم آینده رو ببینیم، برگیریم سری کارا رو عوض کنیم، بیشتر تکی بری، تنظیم تر بکنی کار گروهی رو هم بیشتر خواهی کرد. کار گروهی خیلی نظرم خیلی خوبه، کار آره. گروهی اصلا کلا من کار گروهی رو دوست دارم، حالا تکی هم حتما کار انجام میدم، ولی کلا گروه داشتن من دوست دارم، چون یه دست صدا نداره دیگه. بزی جون دیگه، بزی دیگه، حرفای اصلا پیر سنگین. طریقت شاکر. پیر طریقت، من نمیدونم چی بگم، ما ذوب شیم در تو این تو زوبش. این تو زوبشی قشنگه، شما بشین بریم اونجا از این کارهای لوس میخوام بکنم. این شما و این بهزاد در پشتبانی که تمام شهر زیر پاته و همون زیرم قراره که امشب بخونی، ببینیم چی میشه، ببینیم اختصاصی برو بریم بزیله.
چی بلای مثل من تو چی بلای فرمول بلدم عزیزم بگو ببینم تو گیجی های مثل من تو چی بلای مثل من تو چی بلای پول پله میزونه دادشم بگو ببینم تو گیجی های سری بریم یه جو دنج سلیقه ماهی تو فنج سلیت بازی تو رنج سمیر پایین تو لنز میدونی ندارم کار با تو نه فرمول بلدم لاباتورم تا میگم میریزن چارتا دارم این بالا نریدم جاپا کلنه وزیله دارمون شک اینا فقط داره کارشون فک نکن تو کارمون شک با دافا رفتم فاز پای موشک میریزم دوتا از این با سه تا از اون ملوشی حل از اون فرمول قاطی میشه تکار و کلش هم میشنم از زور مثل من تو چی بلای مثل من تو چی بلای فرمول بلدم عزیزم بگو ببینم تو گیجی های مثل من تو چی بلای مثل من تو چی بلای پول پله میزونه دادشم بگو ببینم تو پیچی ها بای ترمینال 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 من حرفه یه سری آدم طول دارم خوبه من خیلی حالم در نمیارن نه یه ریالم پایین خوشید بالا ما پنگوان دوچی گابانم فکری تونی مونتانایی میخوای تو موچی لاما هلووین 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 ماسکا رو درارین داستانا نداریم نه پشت سرم حرف تو رو من نمالی نمالی ما نمالیم چرا تو دیگه میگم پشت دریم سر میرم من رو پشت بدیم همه جایی یقم روش لبی پایی نایمدیم دوست شبیه مثل من تو چی بلای مثل من تو چی بلای فرمول بلدم عزیزم بگو ببینم تو گیجی های مثل من تو چی بلای مثل من تو چی بلای پول پله میزونه دادشم بگو ببینم تو پیچی های بچه ها خسته نماشه ایسه رپ گایز یس تنکس تو بهزاد بلور من پایان برنامه بود خیلی مشکل تمام شده رپ